امتحان موفقی داشته ابراهیم، وقف و فدیناه و به ذبحن عظیم، به جای او گوسفندی رو میفرستد که قربانی بکنه و این دیگه سنت میشود در اعمال حاجیان که هر وقت وارد عید قربان میشن یکی از اعمالشون. خب ببینید، این صرفا یک قضیه تاریخی نیست، ما باید این رو به عنوان یک درس ازش استفاده کنیم. و من حالا چون دیگه از تالی الحمدلله خیلی در این زمینه ها صحبت کردید، میتونم این رو عرض بکنم که ملت پر افتخار ما در این زمینه واقعا الگوی خوبی از ابراهیم گرفتن و درست عمل کردن. ما پدران و مادران قوی و شجاع و دلیری داریم که اینا بچه هاشون رو خودشون تجهیز کردن فرستادن به میدان، و وقتی هم که فرزندشون به شهادت رسید برگشتن. اینا من خودم بارها دیدم که حتی این پدر و مادر که اگر یک ذکر مصیبتی بشود زار زار میگرید، حاضر نبودن برای بچه هاشون گریه کنن، افتخار میکردن که این بچه رو در راه خدا دادن. این همون ماجراست، یعنی ببینید درس گرفتن، که قرآن هم همین رو میگه، لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه، واقعا الگو گرفتن. و به نظر من این درسی را که ابراهیم خلیل به انسانهای مسلمان داد، ما در ایران اسلامی بارها شاهدش بودیم، چه شهدای دوران انقلاب، چه شهدای جنگ، چه شهدای مدافع حرم، و چه شهیدان عزیزی که در مسجد الحرام و در منا ما باهاشون روبرو بودیم. من بارها گفتم همین خانم دکتر روح‌افزا که همسر بزرگوار شهیدمون مرحوم دکتر حاتمی که از دانشمندان هسته‌ای هستن، من یه وقت رفتم برای عرض تسلیت منزل ایشون، دیدم خیلی مقاوم، خود ایشون، آزادشون، دختر خانومشون خیلی مقاوم و نستوه، و به من میگفتن که اصلا مثل این که به ایشون الهام شده بود که از این سفر بر نمیگردد. یعنی یه آمادگی روحی و احساس میکنن در بهترین جا تو مسجد الحرام در بهترین حالات به شهادت رسیدن. اینو با معیارهای عادی ما نمیتونیم قبول بکنیم. این جز این که همین معیارهای دینی حاکم باشه و ازش الگو بگیرن چیز دیگری نیست. لذا فلسفه عید قربان اینه، و چه فلسفه زیبایی است که همه ما باید تسلیم امر خدا باشیم، و وقتی خدا من چیزی رو خواست و اراده کرد همش بگیم که خدایا تسلیمیم و راضی هستیم به رضای تو. همینطوره، این حالی که میفرمایید آقا در احوالات اغلب کسانی که حالا مداقعی شده، با خانواده‌هاشون صحبت شده، کسانی که به این فیض بزرگ نائل میشند، همه در این مشخصه واحدند که خود اون فرد در واقع یک حال و هوای خاصی داشته پیش از این اتفاقات، و انگار خداوند یک عنایت ویژه‌ای میکنه و او خودش به استقبال میره، و خدا بکنه که ما هم از شهدا باشیم، خدا بکنه که حالا اگر این توفیق نصیب نمیشه راهشون رو به درستی بشناسیم و ادامه بدیم. دلم میخواد با این بخش اشاره کردیم به فدیناه و به ذبحن عظیم، خیلی از اهل در واقع دقت و اهل شناخت و اهل عرفان میگن که خداوند اون سنتش به تأخیر افتاد تا کربلا، و آقا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در واقع اون ذبح عظیم شدند و خون مبارکشون شد سرچشمه‌ای برای فوران اسلام و دین عزیز پیامبر. از طرفی امروزی که پشت سر گذاشتیم خب مصادف بود با شهادت حضرت مسلم، فردی که به واقع تسلیم بود و همچون نامش یک مسلمان واقعی. و یک عبارت دیگه باز هست، من دلم میخواد اینها رو در محضر شما درس پس میدم، این که میگن اون تابع ولی بودن یعنی این که تا وقتی حسین نیامده مسلم ولی امر است. این یک نگاه خیلی قشنگی است که میتونه معرفت داشته باشه. منتها همه اینها رو گفتم برای اینکه برکت برنامه امشبمون باشه. میگن از عبدالرحمن ابن حجاج هست، از آقای امام صادق نقل میکنه که هر کس، حضرتشون میفرمایند هر کسی که از این سه شب رو در واقع بیاند و قبر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو زیارت بکنند، خداوند گناهان گذشته و آیندهش رو میبخشند. بعد سوال میکنن از حضرت که اون سه شب چیه، که میفرمایند شب عید فطر،
شب عید قربان و شب نیمه شعبان. میخوام همین لحظه و همینجا خدا رو شکر هر شب برکت بوده بر برنامه‌مون و نام مبارک حضرت ارباب آمده. به همون روش و فرموده آقا امام صادق جانمان علیه السلام که برای همه مایی که حسرت کربلا به دل داریم و میدونم امروز خیلی ها در دعای عرفشون برات اربعین کربلا رو حداقل گرفتن، عرض ارادت بکنیم به پیشگاه حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و زائر کوی حسین علیه السلام بشیم در این شب عزیز و انشالله ما هم از این برکت بخشش گناه بهرمند بشیم که حضرت امام صادق علیه السلام گفتند که از راه دور اینگونه سلام بدید که سه بار بگویید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات.